ارتباط مستقیمی داریم با گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. خب گیتا، این گزارش شامل وضعیت آزادی مذهب در ایران هم هست؟ 100%. در 24 سال گذشته که این گزارش منتشر می شده، هر سال، یعنی از همون سال اول، ایران همیشه در این گزارش بوده و اینکه از همون سال هم به عنوان کشور مورد نگرانی خاص طبقه بندی شده بوده. در گزارش امسال که طبیعتاً برمیگرده به سال گذشته، اشاره شده به قانون جزایی ایران و مجازات های از جمله قطع عضو، شلاق، سنگسار، حکم اعدام برای تبلیغ دینی و تلاش غیر مسلمون ها برای برگردوندن مسلمون ها از دینشون، محاربه و سب و نبی اشاره شده. از دیگر موارد به نقض عفو بین الملل که میگه که افزایش نگران کننده بوده در خصوص اعدام زندانیان اقلیت های قومی از قبل از عیدی که گذشت، نه عید قبل از اون. از دیگه مواردی که بهش اشاره شده، محکومیت به زندان‌های طولانی هست، اعدام دست کم 62 نفر از پیروان اقلیت‌های مذهبی به اتهام محاربه، تبعیض‌ها علیه مسیحیان و یهودیان و کلاً یهود ستیزی. به نقل از منابع متعدد، این گزارش در مورد سرکوب پیروان اهل سنت در استان‌های عمدتاً کردنشین، خوزستان، سیستان و بلوچستان صحبت می‌کنه. شماره بالایی از زندانیان عرب، کرد، آذری و اینکه کماکان بازداشت و حبس و مصادره اموال بهائیان ادامه داره. در رابطه با بهائیان، اتفاقا همین سفیر مخصوص آمریکا در مورد آزادی های مذهبی، رشاد حسین، امروز گفت که در موقعی که میگفتش که در مورد این که غیر عوامل غیر دولتی اقلیت ها را آزار و اذیت میدن، به بهایان ایران هم اشاره کرد و اینکه به زودی من صحبتی در رابطه با ایران اختصاصی با رشاد حسین خواهم داشت که بعدا در وبسایت ما و برنامه خبری ما به زودی خواهید دید.